عادت‌های اتمی فصل 15 قانون مهم تغییر رفتار. در اواخر دهه 1990 استفان لوبی کارمند بهداشت عمومی شهر اوماها زادگاهش را ترک کرد و بلیط یک طرفه شهر کراچی در پاکستان را خرید. کراچی یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان بود. در سال 1998 بیشتر از 9 میلیون نفر در این شهر زندگی می کردند. در آن زمان این شهر مرکز اقتصادی پاکستان و قطب حمل و نقل بود که فعال ترین فرودگاه ها و بندرهای منطقه را در خود جای داده بود. در بخش های بازرگانی شهر می توانستید همه تسهیلات استاندارد شهری را پیدا کنید و خیابان‌های مرکز شهر بسیار شلوغ بودند. در این حال کراچی یکی از سخت‌ترین شهرهای جهان برای زندگی کردن بود. بیش از 60% ساکنین کراچی ساکن زمین‌های غیرقانونی و زاغنشین بودند. این مناطق پرجمعیت مملو از خانه‌های موقتی بود که از تخته، آجر سیمانی سبک و سایر مصالح دورانداختنی ساخته شده بودند. هیچ سیستم انتقال ضایعات، شبکه برق و تامین آب تمیز وجود نداشت. زمانی که هوا گرم می شد، خیابان‌ها ترکیبی از گرد و غبار و آشغال می شد. زمانی که هوا بارانی بود، خیابان‌ها پر از گل و لای بود. دسته پشه‌ها در آب‌های راکت به سرعت رشد می‌کردند و کودکان در میان زباله‌ها بازی می‌کردند. شرایط غیر بهداشتی باعث شیوع بیماری و مشکلات زیادی می‌شد. منابع آب آلوده منجر به اسهال، استفراغ و دلدرد مصری می‌شدند. تقریباً 1/3 کودکانی که آنجا زندگی می‌کردند دچار سوء تغذیه بودند. از آنجایی که جمعیت زیادی به صورت فشرده در چنین محیط کوچکی زندگی می کردند، عفونت ویروسی و باکتریایی به سرعت همه‌گیر می شد. این مسائل بحران بهداشت همگانی بودند که استفان لوبی را به پاکستان کشانده بود. لوبی و تیمش دریافتند که در محیطی با بهداشت نامناسب، عادت ساده دست جستن، تفاوت بزرگی در وضعیت سلامتی ساکنین ایجاد می کند. اما خیلی زود متوجه شدند که اکثر مردم از قبل از اهمیت شستن دستهایشان آگاه بودند. ولی با این حال و علارغم این آگاهی، اکثر ساکنین دستانشان را به شیوه غلط و بی حساب و کتاب می شستند. برخی افراد صرفاً دستشان را به سرعت در آب فرو می کردند. برخی از آنها تنها یکی از دستهایشان را می شستند. بسیاری از آنها به سادگی فراموش می‌کردند که قبل از آماده کردن غذا دستشان را بشویند. همه می‌گفتند که شستن دست‌ها مهم است، ولی تنها برخی از آنان این گفته را به عادتی عملی برای خود درآورده بودند. مشکل آگاهی نبود. مشکل سازگاری و تداوم آن بود. در همین زمان بود که لوبی و تیمش با شرکتی همکاری کردند تا صابون سیفگارد را به این مناطق بیاورند. در مقایسه با صابون استاندارد، استفاده از این صابون تجربه‌ای لذت بخشتر بود. لوبی به من گفت صابون سیفگارد در پاکستان صابون مرغوبی بود. عموماً افراد شرکت کننده در پژوهش گفتند که بسیار از آن صابون خوششان آمده است. این صابون به راحتی کف می کرد و مردم قادر بودند دستانشان را با کف آن بپوشانند. به فاصله کمی پس از آن دست شستن تا حدودی لذت بخشتر شد. لوبی گفت من هدف ارتقای دست شستن را نه تنها به عنوان یک تغییر رفتار بلکه به عنوان پذیرش عادت می‌بینم. برای مردم سازگاری با محصولی که ایجاد کننده ی سیگنال حسی مثبت قوی است، به عنوان مثال سازگاری با مزه نعنایی خمیر دندان، بسیار راحت تر است تا سازگاری با عادتی مانند نخ دندان کشیدن که حس لذت بخشی ندارد. در عرض چند ماه محققین متوجه تغییر سریع در سلامتی کودکان این منطقه شدند. متوسط اسهال تا 52%، ذات‌الریه تا 48% و زردزخم که نوعی عفونت باکتریایی پوستی است تا 35% کاهش یافت. تأثیرات بلند مدت بهتر نیز بودند.
لوبی در این باره میگوید ما پس از 6 سال به چندین خانواده در کراچی سر زدیم که به آنها صابون رایگان داده شده بود و برای شستن دستانشان تشویق شده بودند. زمانی که تیم ما به ملاقاتشان رفت بیشتر از 5 سال بود که صابونی از طرف ما دریافت نکرده بودند. اما در طول آزمایش چنان به شستن دستان عادت کرده بودند که این عمل را همچنان ادامه میدادند. این مثالی قوی برای 4مین و آخرین قانون تغییر رفتار است. عادت را رضایت بخش کنید. زمانی که تجربه رضایت بخش است، بیشتر مایلیم تا آن رفتار را تکرار کنیم. این تمایل کاملا منطقی است. احساس لذت حتی مواردی جزئی مانند شستن دستها با صابونی که بوی خوبی دارد و خوب کف می کند، سیگنال هایی هستند که به ذهن می گوید این کار حس خوبی دارد. دفعه بعد دوباره این کار را انجام بده. احساس لذت به ذهن شما آموزش می دهد که یک رفتار ارزش به خاطر آوردن و تکرار کردن را دارد. داستان آدامس را در نظر بگیرید. آدامس به لحاظ بازرگانی در دهه اول سده 19 فروخته می شد. اما تا سال 1891 که آدامس ریگلی به بازار عرضه شد، این عادت فراگیر نشده بود. نمونه های اولیه از سم های جویدنی نچندان خوشمزه ساخته می شدند. ریگلی با اضافه کردن طعم و مزه هایی مانند نعنای تند و میوه ها انقلابی در این صنعت به پا کرد که باعث شد این محصول خوشمزه و سرگرم کننده شود. سپس آنان گامی فراتر رفتند و آدامس را به عنوان روشی برای تمیز کردن دهان ترویج دادند. آنها در تبلیغات به مخاطبان می گفتند مزه دهانتان را تازه کنید. مزه های خوشتم و لذیذ و حس دهانی خنک و خوشبو باعث شد استفاده از این محصول رضایت بخش باشد. مصرف این آدامس اوج گرفت و ریگلی بزرگترین شرکت تولید کننده آدامس در جهان شد. خمیردندان هم مسیر مشابهی داشت. زمانی که تولید کنندگان طعم نعنای تند، نعنا و دارچین را به محصولاتشان اضافه کردند، به موفقیت بزرگی دست یافتند. این طعم‌ها تأثیر خمیردندان را بهبود نمی‌بخشند. این خمیردندان‌ها به سادگی حس دهانی تمیز را ایجاد می‌کنند و تجربه مسواک زدن دندان‌ها را لذت بخش‌تر می‌کنند. در واقع همسرم دیگر از خمیردندان سنسوداین استفاده نکرد، چون مزه دهانش پس از استفاده از این خمیردندان را دوست نداشت. او از برند دیگری با طعم نعنایی دیگری استفاده کرد که برایش لذت بخش‌تر بود. در مقابل اگر تجربه‌ای رضایت بخش نباشد، کوچکترین دلیلی برای تکرار آن نداریم. در پژوهشم به داستان زنی برخورد کردم که فامیل خودشیفته‌ای داشت که او را دیوانه کرده بودند. او که در تلاش برای کمتر وقت گذراندن با این شخص خودخواه بود، زمانی که با او روبرو می‌شد تا حد امکان کسل کننده و بی‌حال رفتار می‌کرد. داستان‌های از این قبیل شواهدی از قانون مهم تغییر رفتار هستند. اگر کاری پاداش داشته باشد، آن کار تکرار می‌شود. اگر کاری تنبیه داشته باشد، از انجام آن کار خودداری می‌شود. شما در آینده یاد خواهید گرفت که کارهایتان را بر اساس چیزهایی که در گذشته به ازای آن پاداش دریافت کرده اید یا تنبیه شده اید انجام دهید. احساسات مثبت عادت‌ها را بهبود می‌بخشند و احساسات منفی عادات را از بین می‌برند. 3 قانون اول تغییر رفتار، آن را آشکار کنید، آن را جذاب کنید و آن را آسان کنید، این احتمال را بیشتر می‌کند که این دفعه رفتار اجرایی خواهد شد. قانون 4 تغییر رفتار، آن را رضایت بخش کنید، این احتمال را بیشتر می کند رفتار دفعه بعدی نیز تکرار شود. این حلقه عادت را کامل می کند. اما ترفندی وجود دارد. ما تنها به دنبال هر نوع رضایت و خرسندی نیستیم. آنچه ما به دنبالش هستیم رضایت لحظه‌ای و فوری است. عدم انطباق بین پاداش‌های لحظه‌ای و به تأخیر افتاده. تصور کنید که شما یک زرافه، فیل یا شیر هستید و در دشت‌های آفریقا می‌گردید. هر روز بیشتر تصمیم‌های شما تأثیر لحظه‌ای دارند.
شما هر لحظه در مورد این فکر میکنید که چه چیزی بخورید، کجا بخوابید یا چگونه از شکارچی ها دوری کنید. شما در این حالت دائما به حال یا آینده بسیار نزدیک میاندیشید. شما در محیطی زندگی میکنید که دانشمندان آن را محیط بازگشت لحظه‌ای مینامند، چون اعمال شما پیامدهای لحظه‌ای و واضحی دریافت میکنند. اکنون به خصلت انسانی خود بازگردید. در جامعه مدرن بسیاری از انتخاب‌های امروز شما در آن واحد و بلافاصله برای شما سود و منفعتی به دنبال نخواهد داشت. اگر در محل کارتان کار خوبی انجام دهید، در عرض چند هفته بعد دستمزد دریافت خواهید کرد. اگر امروز ورزش کنید، شاید سال آینده اضافه وزن نداشته باشید. اگر امروز پول پسنداز کنید، احتمالاً برای سالهای بازنشستگی پول کافی خواهید داشت. شما در محیطی زندگی می کنید که دانشمندان آن را محیط بازگشت تأخیری می نامند. چون شاید شما باید سالها کار کنید تا سالها بعد نتیجه را ببینید. ذهن انسان در محیط بازگشت تأخیری تکامل نیافته است. در طول بیش از 500 سال پیش یا بیشتر به تازگی جامعه به محیطی با محیط بازگشت تأخیری مبدل گشته است. در مقایسه با سن مغز جامعه مدرن برند نو و جدید تلقی می شود. در یک قرن گذشته ما شاهد پیدایش ماشین، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر شخصی، اینترنت، گوشی هوشمند و خواننده‌های مشهوری بودیم. جهان در سالهای اخیر تغییرات زیادی کرده است، اما طبیعت انسانی بسیار کم دستخوش تغییر شده است. پیشینیان ما مانند سایر حیوانات روزگار خود را با پاسخ دادن به تهدید و خطرها، اطمینان خاطر از وعده غذایی بعدی و حفظ پناهگاه از یک طوفان می‌گذراندند. این عوامل باعث می‌شدند تا ارزش بالایی برای لذت‌های لحظه‌ای داشته باشند. در آن دوران آینده دور کمتر مایه نگرانی بود و پس از هزاران نسل در یک محیط بازگشت فوری مغز ما در این مسیر تکامل یافت که نتایج سریع را به نتایج دراز مدت ترجیح می دهد. اقتصاددانان رفتارگرا به این گرایش و رغبت تحت عنوان تناقض زمانی اشاره می کنند. یعنی روشی که مغزمان در طول زمان پاداش‌ها را ارزیابی می‌کند متناقض و ناسازگار است. شما به زمان حال بیشتر از آینده بها می‌دهید. معمولاً این تمایل و گرایش به نفع ماست. به طور عادی پاداشی که در حال حاضر بیچون و چرا و قطعی است با ارزش‌تر از حالتی است که صرفاً در آینده امکان پذیر است. اما گاهی اوقات گرایش ما در رابطه با رضایتمندی و خوشنودی لحظه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌کند. چرا باید شخصی با وجود اینکه می‌داند سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می‌دهد، باز هم به سیگار کشیدن ادامه دهد؟ چرا باید شخصی با وجود اینکه می‌داند پرخوری خطر مرض چاقی را افزایش می‌دهد، باز هم پرخوری کند؟ چرا کسی با وجود اینکه می‌داند رابطه جنسی ناسالم و ناامن منجر به انتقال بیماری‌های مقاربتی می‌شود، باز هم به این عمل ادامه می‌دهد؟ زمانی که نحوه اولویت بندی مغز برای پاداش‌ها را بفهمید، پاسخ این سوال‌ها روشن می‌شود. پیامدهای عادات بد به تأخیر می‌افتند در حالی که پاداش‌های آن فوری و لحظه‌ای هستند. ممکن است سیگار کشیدن در عرض 10 سال منجر به مرگ شما شود، اما در مقابل در لحظه استرس را کاهش می دهد و آتش شما به نیکوتین فروکش می کند. پرخوری در طولانی مدت مضر است، اما در لحظه اشتها آور است. رابطه جنسی ایمن یا غیر ایمن در لحظه لذت بخش است، اما بیماری و عفونت برای چند روز یا هفته و یا حتی سالها خود را نشان نمی دهد. هر عادتی در طول زمان پیامدهای چندگانه ایجاد می کند. متاسفانه اغلب مواقع این پیامدها اغلب ناسازگار هستند. عموماً پیامدهای لحظه‌ای عادتهای بد احساس خوبی دارند، اما پیامد و نتیجه نهایی احساس بدی را به وجود می آورد. اما این شرایط در مورد عادات خوب برعکس است.
پیامد لحظه‌ای لذت بخش نبوده، اما در مقابل نتیجه نهایی با احساس خوبی همراه است. از منظر دیگری که نگاه کنیم، هزینه‌های عادات خوب در حال حاضر و هزینه‌های عادات بد در آینده هستند. تمایل ذهن برای اولویت بندی زمان حال به این معنی است که قادر نیستید به نیات و خواسته های خوب اعتماد کنید. زمانی که برنامه ریزی می کنید تا وزن کم کنید، کتاب بنویسید یا زبانی را یاد بگیرید، برنامه هایتان را برای آینده چیده اید و زمانی که چگونگی زندگیتان را پیش بینی می کنید، درک ارزش انجام عمل هایی با فواید طولانی مدت آسان است. همه ما خواستار زندگی بهتری برای آینده ایمان هستیم، اما با این وجود زمانی که لحظه تصمیم گیری می رسد، معمولا رضایت لحظه‌ای برنده میدان می شود. به عنوان یک قاعده کلی، هرچه احساس رضایت لحظه‌ای بیشتری از یک عمل داشته باشید، باید با جدیت این سوال را از خودتان بپرسید که آیا این عمل با اهداف بلند مدتتان هماهنگی دارد یا خیر؟ بیایید با درک کاملتری از هر آنچه که باعث تکرار برخی رفتارها و اجتناب از برخی رفتارهای دیگر توسط مغز می شود، قانون مهم تغییر رفتار را بروز کنیم. کاری که در لحظه به آن پاداش داده می شود، تکرار می شود. کاری که در لحظه جریمه و تنبیه می شود، از آن دوری و اجتناب می شود. ارجحیت ما برای رضایت لحظه‌ای حقیقت مهمی را در مورد موفقیت آشکار می‌کند. از آنجایی که تحت فشار هستیم، اکثر مردم کل روز را به دنبال احساس رضایت سریع هستند. جاده‌ای که از آن کمتر تردد شده باشد، جاده رضایت تأخیری به حساب می‌آید. چنانچه مایلید منتظر پاداش باشید، با رقابت کمتری مواجه می شوید و اغلب مواقع نتیجه بهتری می گیرید. همانطور که از قدیم گفتن، همیشه آخرین مایل مسیر کمتردترین است. همه ما این اتفاقات را در زندگی ما دیده ایم. اصولا اگر تماشا کردن تلویزیون را به تأخیر بیاندازید و تکالیفتان را به اتمام برسانید، چیزهای بیشتری یاد میگیرید و ثمرات بهتری کسب میکنید. اغلب مواقع اگر دسر و چیپس نخرید، زمانی که به خانه میرسید غذای سالمتری میل میکنید. در بعضی موارد تقریبا موفقیت در هر زمینه‌ای مستلزم چشم پوشی از پاداشی لحظه‌ای به خاطر پاداشی تأخیری است. در این حالت مشکلی وجود دارد. اکثر مردم به این مسئله واقفند که رضایت تأخیری راهکار عاقلانه است. آنها خواستار سود و منفعت عادات خوب هستند. سالم بودن، مؤثر بودن، موفق بودن و آرامش داشتن. اما در لحظات تعیین کننده این پیامدها و نتایج به ندرت در اولویت ذهن قرار می گیرند. خوشبختانه این امکان وجود دارد که خودمان را برای دستیابی به رضایت تأخیری آموزش دهیم. اما برای تحقق این امر میبایست همسو با ذات و سرشت انسانی باشید، نه اینکه در مقابل آن عمل کنید. بهترین راه هم اضافه کردن رضایت لحظه‌ای به عادات با نتایج طولانی مدت و همچنین افزودن درد و رنج لحظه‌ای به عادت‌هایی است که نتایج طولانی مدت ندارند. چگونه از رضایت لحظه‌ای به نفع شخص خودتان استفاده کنید؟ مهمترین چیز برای نهادینه کردن عادت احساس موفقیت است، حتی اگر به میزان کمی باشد. احساس موفقیت سیگنالی است که عادت شما ثمر بخش بوده است و اینکه کارتان ارزش این تلاش را داشته است. در دنیایی کامل پاداش یک عادت خوب خود عادت است. در دنیایی واقعی عادت خوب تنها زمانی ارزشمند هستند که برایتان چیزهایی را مهیا کنند. در وهله اول همه چیز فداکاری و از خودگذشتگی است. چند باری به باشگاه رفته اید، اما قوی تر یا سالم تر یا سریع تر نشده اید. چند ماه بعد که چند کیلو وزن کم می کنید یا بازوهایتان شکلی به خود می گیرند، ورزش کردن صرفاً به خاطر خود ماهیت ورزش راحت تر می شود. در آغاز به دلیلی احتیاج دارید که در این مسیر بمانید. به همین دلیل است که پاداش های لحظه‌ای بنیادین و ضروری هستند.
این پاداش‌ها شما را هیجان زده نگه می‌دارند، در حالی که پاداش‌های تأخیری در پس زمینه عادات روی هم جمع می‌شوند. وقتی که در حال بحث در مورد پاداش لحظه‌ای هستیم، آنچه واقعاً در موردش حرف می‌زنیم پایان یک رفتار است. پایان هر تجربه حیاتی است، زیرا تمایلمان برای به خاطر سپردن آن بیشتر از سایر مراحل است. به طور خلاصه، عادات برای اینکه ادامه پیدا کنند مستلزم لذت بخش بودن هستند. کمی تقویت و امداد مانند صابونی برای بوی بسیار خوب یا خمیر دندانی که طعم نعنای طراوت بخشی دارد یا دیدن 50 دلار پول در حساب پسندازتان می تواند لذت لحظه ای را که برای عادتی نیاز دارید مهیا کنند و مادامی که تغییر لذت بخش باشد تغییر آسان می شود. خلاصه فصل، قانون چهارم تغییر رفتار رضایت بخش کردن آن است. زمانی که تجربه ما رضایت بخش باشد، بیشتر مایل به تغییر رفتار هستیم. ذهن انسان به منظور اولویت بندی پاداش‌های لحظه‌ای در مقابل پاداش‌های تأخیری تکامل یافته است. قانون مهم تغییر رفتار، اگر کاری پاداش داشته باشد، آن کار تکرار می شود. اگر کاری تنبیه داشته باشد، از انجام آن کار خودداری می شود. برای نهادینه کردن عادت، نیازمند احساس موفقیت در لحظه هستید، حتی اگر به میزان کوچکی باشد. سه قانون اول تغییر رفتار، آن را آشکار کنید، آن را جذاب کنید و آن را آسان کنید، احتمال انجام عمل را بیشتر می کند. قانون چهارم تغییر رفتار، آن را رضایت بخش کنید، احتمال تکرار عمل را بیشتر می کند. مرسی از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این فصل هم همراه من بودید. لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، ویدیوها رو برای دوستان خودتون هم ارسال کنید و ما رو بهشون معرفی کنید. لایک ویدیوها فراموش نشه و اگر پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید لطفاً در قسمت کامنت ها برای من بنویسید.